ودی برتنگ نوهی روشون یکی از مکانهای دوردسترین ولایت مختار کوهستان بدخشان محسوب یافته راههای مشکل گذر دارد که کشاندن مواد آذوقواری و مواد سوخت به این مکان زحمت زیاد را طلب می نماید. نوابسته از این مشکلات جای داشته مؤسسه های تعلیمی وادی برتنگ نیز به دوره تیرمو و زمستان سالهای 2020-2021 آمادگی کامل دیده مؤسسه تحصیلات میانه اساسی نامور 37 دهه یبشور و جماعت دهات سونا به نوهی روشون نیز برای بی‌ممانعت پس سر نمودن دوره تحصیل خوانندگان در فصل سرما مسئله تامین انگیش سنگ و هیزم سر وقت و با صفت خوب انجام دادند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان انفراساختار ساحه معارف در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از پیش بهتر گردیده، در این زمینه ساختمان مؤسسه های نو تعلیمی در وادی برتنگ به راه مانده شده. این مؤسسه نیز سال 2012 مورد استفاده بری قرار گرفت. عین زمان در مؤسسه تعلیمی مذکور بیش از 30 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. با فرا رسیدن فصل سرما در همه مؤسسه های تعلیمی ناحیه روشان برای به مشکلات پس سر کردن فصل زمستان و گرم نگاه داشتن سیمخانه ها تمام امکانات ها فراهم آورده شده است. از روی اطلاع دایرکتور مؤسسه تعلیمی نمبر 37 ناحیه روشان، مؤسسه تعلیمی به زمستان گذرانی پر آماده می باشد. سال 2010 با شرافت و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای ما مکتب نو ساختند و این مکتب مکتب زمانوی است و کار و فعالیت آموزگاران و خوانندگان نیز در این مؤسسه بهتر شده است. در این مؤسسه 5 صنفخانه ساخته شده است و جمع جمع نیز در این مکتب یعنی در دو بست تحصیل میکند. جمع خوانندگان در مکتب 30 نفر و 11 نفر آموزگار کار میکند. اکنون عرفه زمستان است و زمستان در برتنگ این یعنی موقعی زیاد دوام میکند، ولی به همه این نگاه نکرده مؤسسه ما به زمستان گذرانی پورا آماده است. ما این اشک و ایزم تیار کردیم گرفتیم و اینچنین دیگر مقدار معین انگیش رو نیز ذخیره کردیم و ما میتوانیم یعنی به یگان ممانیت ما زمستان را پس سر میکنیم. مؤسسه مذکور زاده دوران استقلال بوده، مجهز نمودن مؤسسه های تعلیمی با کمپیوتر که از امر بیواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت دستگیری ساحه معارف به حساب میرود، هنوز هم در این مؤسسه تعلیمی حال پرای خود را نیافته است. در این مؤسسه نوبنیاد تعلیمی که نزدیک 10 سال فعالیت می نماید، با سبب نداشتن کمپیوتر تا حال سیمخانه کمپیوتری وجود ندارد. به گفته کارشناسان ساحه معارف برای مستحکم نمودن پایگاه مادی و تکنیکی و به معیار ملی و بین المللی برابر نمودن تعلیم، مجهز نمودن مکتب با کامپیوتر و با آموزش کامپیوتری، جلب نمودن خوانندگان از وظیفه حل طلب معارفچیان به حساب می رود. عامل مذکور باعث شده است که آموزش فن تکنولوژی معاصر در مؤسسه تعلیمی رقم 37 دهه یبشور به طور نظریایی به راه مانده شده، خوانندگان بخصوص از کار با کامپیوتر در کنار می باشند. آموزگاران و خوانندگان مؤسسه به این مشکلات نگاه نکرده، بهره در عمل تطبیق نمودن سخنان پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانی هایشان پیوسته تاکید می نمایند دانش آموختن و صاحب کسب شدن از وظیفه های حل طلب محسوب می یابد.